سلام و خیلی خوش اومدید به یه درس مهم گرامر آلمانی. هلو zusammen. تو این درس میخوایم ببینیم چطور یه جمله درست با حرف ربط while بسازیم. این حرف ربط یعنی چون که و یا به دلیل اینکه. بریم و درس امروز رو شروع کنیم. جمله که با وایل ساخته میشه دو تا بخش داره. یه طرف نتیجه هست و طرف دیگه دلیل و حرف ربط وایل با جمله دلیل همراه میشه و دوتا بخش جمله رو به هم وصل میکنه. مارتین بلیبت تو هاوزه. مارتین خونه میمونه. این یه جمله اصلی هست. در آلمانی بهش هابت زات میگن. توی جمله اصلی میدونید که فعلی که صرف میشه جایگاه دوم قرار میگیره. میخوایم اینجا یه جمله دوم هم اضافه کنیم. Er hat kein Geld. او پول نداره. این جمله هم یه جمله اصلی هست و میبینید که فعلی که صرف شده با توجه به فائل جمله جایگاه دوم نشسته. میخوایم این دو جمله رو به هم ربط بدیم. و بگیم مارتین خونه میمونه چون که پول نداره برای رب دادنشون از حرف اضافه وایل میخوایم استفاده کنیم و وقتی وایل رو مینویسیم جمله دلیل که اینجا اون پول نداره هست تبدیل میشه به یه جمله پیرو یا نیبن زاتس مارتین بلیبت زو هاوزه weil er خونه میمونه چون که پول نداره. چه اتفاقی اینجا افتاد؟ جمله اول که نتیجه هست بدون هیچ تغییری میبینید باقی مونده و بعد کاما گذاشتیم و حرف ربط وایل رو نوشتیم. میخوایم بعد از وایل دلیل رو بگیم و میبینید که با اومدن این حرف ربط یه تغییری تو ساختار جمله دوم اتفاق افتاده. فعل منظور فعلی که با توجه به فائل صرف میشه میره آخر جمله. پس زمانی که با وایل میخواید جمله بسازید حتما به این نکته دقت کنید که جمله اول که نتیجه هست هیچ تغییری نمیکنه و مثل یه جمله اصلی فعلی که درش صرف شده جایگاه دوم قرار میگیره. ولی بعد از حرف ربط وایل جمله دلیل حتما باید فعلشو ببرید و آخر جمله بنویسید و به این جمله در دستور زبان آلمانی جمله پیرو یا نیبن زاتس میگن شاید از من بپرسید نمیشه اول دلیل رو بگیم و اول بگیم چون که مارتین پول نداره اون خونه میمونه بله میتونید اینجوری هم جمله رو بگید. اما بازم یه تغییر اتفاق میفته. چونکه مارتین پول نداره. من این دو جمله دلیل رو اوهردم اول نوشتم و زمیرم به جاش مارتین نوشتم. چونکه معنی نمیده بگم چونکه او پول نداره مارتین خونه میمونه و باید اول اسم بیاد و بعد تو جمله بعدی جای اسم جایگزینش رو بگیم. میبینید جمله پیرو همراه با وایل نوشته شده و فعلی که صرف میشه هم رفته آخر جمله. جمله بعدی رو چطور بنویسیم که درست باشه؟ Weil Martin kein Geld hat, bleibt er zu Hause. چون که مارتین پول نداره خونه میمونه. وقتی جمله دلیل اول بیاد باید جمله بعدی حتما فعلش جایگاه اول نوشته بشه پس دقت کنید وقتی که جملتون رو با چونکه شروع می کنید فعل جمله اول و آخر می نویسید و بعد کاما میذاید و اول فعل جمله دوم رو می نویسید و ادامه جمله Sie machen Picknick. اونها به پیکیک میرن Das wetter ist so gut. هوا خیلی خوبه این دوتا جمله رو میخوایم به هم رب بدیم و به یه جمله تبدیلشون کنیم زی مخن این Picknick ویل دس Wetter so gut است اونا به پیکنیک میرن چون که هوا خیلی خوبه جمله اول که نتیجه هست رو می بینید اول نوشتیم پس فعلش تغییری نمیکنه و جایگاه دوم میمونه اما جمله دوم که با وایل اومده چون تبدیل به یه جمله پیرو شده باید فعلش بره آخر جمله بیا جای دوتا جمله رو این بار عوض کنیم و بگیم چون که هوا خیلی خوبه اونا به پیکنیک میرن weil das wetter so gut ist machen sie ein picknick میبینید جمله پیرو با همون ساختاری که داشت بدون تغییر اول نوشته شده و اما بعد از گذاشتن کاما فعل جمله دوم اومده و اول نوشته شده. بریم و چند تا مثال بیشتر ببینیم و هر سوالی داشتید لطفا برای ما در قسمت کامنت بنویسید. Ich kann nicht arbeiten. من نمیتونم کار کنم. Ich bin krank. من مریض هستم. Ich kann nicht arbeiten, weil ich krank bin. من نمیتونم کار کنم چون که مریض هستم. Weil ich krank bin, kann ich nicht arbeiten. چون که مریض هستم، من نمیتونم کار کنم. بچا دقت کنید همیشه اون فعلی که صرف میشه، جابجا جا میشه. میتونه فعل صرف شده، فعل مدال باشه، فعل کمکی باشه. و یا حتی مثل مثال های قبلی یه فعل اصلی باشه. ببینید اینجا برای جمله اول ما فعل مدال کن رو جابجا جا می کنیم و کاری با اقبایتن نداریم. چون کن تو جمله صرف میشه و مستر اقبایتن رو همونطوری که هست نگه می Ich habe den Test من امتحان رو قبول شدم. Ich habe hart gearbeitet. من سخت کار کردم. منظور من سخت درس خوندم و خودم رو برای امتحان آماده کردم. Ich habe den Test bestanden, weil ich hart gearbeitet habe. من امتحان رو قبول شدم چون که سخت کار کردم. اینجا تو جمله دوم این فعل کمکی haben هست که چون تو جمله صرف میشه. ورتیمش تو جمله پی گذاشتیم آخر جمله و کاری با پارتیسیپ دو نداریم. weil ich hart gearbeitet habe, habe ich den Test bestanden. چون که من سخت کار کردم، امتحان رو قبول شدم. ich lerne deutsch. من زبان آلمانی یاد میگیرم. ich will in deutschland studieren. من می خوام در آلمان تحصیل کنم. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland studieren will. من زبان آلمانی یاد میگیرم چون که میخوام در آلمان تحصیل کنم. Weil ich in Deutschland studieren will, lerne ich Deutsch. چون که میخوام در آلمان تحصیل کنم، من زبان آلمانی یاد میگیرم. دوستان عزیزم، امیدوارم گرامر این درس رو به خوبی یاد گرفته باشید.